فناوری اطلاعات یا information technology که به اختصار اون رو IT میگن، یکی از پرطرفدارترین و در این حال جذابترین مباحثیه که شما هم میتونید اون رو یاد بگیرید. شاید بد نباشه بدونید پردرآمدترین مشاغل دنیا در همین حوزه قرار دارن. اگه نگاهی به لیست ثروتمندترین افراد جهان هم داشته باشید، مطمئنا خودتون به این موضوع پی خواهید برد. از چندان بی ارتباط نیست که بسیاری از افراد به این حرفه علاقه‌مند بشن. در آموزش امروز محمود بیز در یوتیوب قصد دارم با هم بیشتر به مبحث بپردازیم و ببینیم که واقعا IT چیه و چرا تا این حد در دنیا طرفدار داره. حتما در دوروبر خودتون کلمه‌هایی مثل دیتا، اینترنت، بیزینس، کامپیوتر، موبایل فون یا خیلی از واژه‌های مرتبط رو شنیدید یا به گوشتون خورده. اگه بگیم IT در بردارنده تمام این موارد، اشتباه نگفتیم. اینها تنها بخش کوچیکی از دنیای بزرگ IT و فناوری اطلاعاتن. همونطوری که گفتم، معادل انگلیسی این کلمه عبارت از information technology که خودش از دو بخش مجزا تشکیل شده. اینفورمیشن به معنی اطلاعات و تکنولوژی به معنی فناوری. اما چطور میتونیم یه تعریف ساده از IT رو ارائه بکنیم؟ به زبون ساده میتونیم IT رو یه گرایش میان رشته‌ای معرفی بکنیم. یه فرد آشنا به IT، یعنی فردی که با علم برنامه‌نویسی، نرم افزار، سخت افزار، شبکه‌های کامپیوتری، مباحث نوین تکنولوژی، تجارت الکترونیک و مدیریت آشنا بوده و قادر اونها رو در راستای دستیابی به اهداف خودش یا سازمان محل کارش به کار بگیره. یه متخصص IT باید توانایی کار با ابزارهای مختلف و متنوعی رو داشته باشه و از پس مدیریت اونها بر بیاد. شاید لازم باشه یه وبسایت برای سازمان خودتون طراحی بکنید یا گزارش اطلاعات کارمنداتون رو به مدیر خودتون ارائه بکنید یا حتی برنامه‌ریزی‌های مربوط به بخش فناوری شرکتتون رو خودتون به تنهایی انجام بدید. باید به شما بگم IT یعنی زندگی در دنیای تکنولوژی و مدیریت. ویکی‌پدیا رو حتما می‌شناسید. ویکی‌پدیا میگه IT به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه می‌پردازه. خب همینطور که در این تعریف هم شنیدید، کلمات پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، رایانه، نرم افزار و سخت افزار به چشم می‌خوره. پس تا اینجا می‌دونیم کار در این حوزه چندان هم آسان نیست و سختی‌های خاص خودشو داره. اما چه چیزی اینجوری باعث میشه که افراد به این حرفه علاقه‌مند بشن؟ شاید علاقه به دنیای فناوری و تکنولوژی با چاشنی مدیریت. اگه به این حوزه علاقه‌مند نیستید، به هیچ وجه نمیتونید در کسب و کار خودتون موفق بشید و به سرعت دلسرد میشید. پس در اولین قدم به کاری که میکنید علاقه قلبی داشته باشید. مطمئنا شمایی که الان دارید این میشنوید به دنیای فناوری اطلاعات علاقه‌مندید، درسته؟ من خدمتتون عرض کردم که پردرآمدترین مشاغل دنیا با IT و تکنولوژی در ارتباطن و افراد زیادی از سراسر دنیا از طریق این راه دارن کسب درآمد میکنن. بسیاری از افرادی که قصد دریافت مدرک دانشگاهی دارن علاقه‌مندن توی این رشته ادامه تحصیل بدن و علاقه خودشون رو در دانشگاه هم دنبال کنن. هرچند در حال حاضر رشته مهندسی کامپیوتر تو مقطع کارشناسی تدریس میشه و گرایش جداگانه‌ای به نام فناوری اطلاعات وجود نداره، اما در هر صورت تفاوتی نمی‌کنه. دروس دانشگاهی این رشته و مهندسی نرم افزار تا حدود زیادی مرتبطن و گرایش IT یا همون فناوری اطلاعات بیشتر روی کاربر تکنولوژی و به‌کارگیری اون در کسب و کار و مدیریت تمرکز داره. لازمه که بدونید برای موفقیت در رشته فناوری اطلاعات و یا کامپیوتر مهمترین عامل علاقه و اشتیاق شما به دنیای فناوری و تکنولوژیه، چرا که مطالعه دروس تئوری دانشگاه چندان برای شما کاربردی نخواهد داشت و خود شما باید توی این رشته مطالعه داشته باشید و همواره دانش خودتون رو آپدیت کنید. یه سوال ممکنه برای همه ایجاد بشه، این که آیا برای کسب درآمد از IT واقعا باید رشته مرتبط داشته باشیم؟ ببینید، پاسخ این سوال خیره. هر چند داشتن تحصیلات مرتبط میتونه به داشتن یه دید باز توی این حوزه به شما کمک کنه، اما اگر در زمینه دیگری هم مشغول به فعالیت هستید نگران نباشید. دنیای IT به قدری گسترده است که هر کسی میتونه وارد اون بشه. فقط کافیه به دنبال علاقه خودتون بگردید. از برنامه‌نویسی لذت میبرید؟ به طراحی وبسایت علاقه‌مندید؟ دوست دارید تجارت الکترونیک یاد بگیرید یا کسب و کار خودتون رو به صورت آنلاین در اختیار مشتریاتون قرار بدید؟ هر جا که باشید، علم IT و فناوری اطلاعات به شما میتونه کمک بکنه. برخی از مشاغلی که میتونید توی اونها فعالیت بکنید عبارت از برنامه
برنامه‌نویسی، طراحی سایت، مدیریت یه وبسایت، کار با شبکه‌های کامپیوتری، سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، تجارت الکترونیک و راه‌اندازی کسب و کار و خب خیلی از مشاغل دیگه. شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا من بقیه لیست رو بهتون نگفتم. ببینید، دنیای آیتی و فناوری به قدری بزرگه که حتی اگر ما تا چند روز هم بشینیم لیست بیزینس‌های این مورد رو به شما معرفی بکنیم، اصلا پایانی وجود نداره. با یه سرچ کوچیک توی اینترنت میتونید خیلی از مشاغل مرتبط با آیتی رو به راحتی پیدا بکنید. امیدوارم از ویدیوی امروز لذت برده باشید. لطفاً ویدیو رو اگر پسندیدید لایک کنید و برای دوستان خودتون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. موفق و پیروز باشید. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.